ما شروع کنیم. روز جهانی حقوق بشر بر شما مبارک باد. میدونم که در سال گذشته فعالیت های حقوق بشری داشتی، از ماجرای آتنا فرقدانی بگیریم بیایم تا رسیدگی به وضعیت پناهجویانی که در استرالیا بودند. برخی از برنامه هایی بود که در دستور کار تو و البته سازمان جهانی کاریکاتوریست ها اگر اشتباه نکنم قرار گرفت و پیشگام هم بودی. خیلی ممنون. روز جهانی حقوق بشر بایستی به همه هموطنانمون تبریک بگیم و عزادار باشیم، در ضمن که حقوق بشر این همه از ما دور بوده در از 1948 تا کنون. ممنونم. خب آقای دایی عزیزم، من این روز رو خدمت شما هم تبریک بگم، خصوصا که امروز آخرین روز روزهای نارنجی رنگ تقویم هم هست، روزهایی که گفته شد در مقابله با خشونت علیه زنان به کار میره و امروز آخرین روزش هست. البته امیدوارم با حذف رنگ نارنجی از پوشش علاقه‌مندان به این برنامه از فردا خشونت در خیابان‌های شهرها و روستاهای مختلف جهان گسترش پیدا نکنه. دست کم چند زندانی همین الان در ایران در اعتصاب قضا هستند. نمونه بارزش آرش صادقی که کمپینی هم به نام او راه افتاده و خیلی ها میکوشن تا با پیام‌های از او بخوان که از مسیری که انتخاب کرده که منجر به مرگش خواهد شد دست برداره و دست از اعتصاب قضا بکشه. بیش از 40 و چند روز اعتصاب قضا، نزدیک به 50 روز اعتصاب قضا این شایبه رو ایجاد کرده. فکر میکنید که این شرایط چگونه است در زندانهای ایران که وادار میکنه زندانیانی مانند آرش صادقی یا محمد علی طاهری رو که به اعتصاب قضاهای مکرر و طولانی مدت دست بزنن؟ من عرض کنم که در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی واقعش اینه که خیلی میشه مطلب گفت، چون من فکر نمیکنم روی کره زمین الان هیچ حکومتی، هیچ رژیمی به اندازه خب متاسفانه صدای آقای دایی رو از دست دادیم. اگر آقای نیکوهنگ رو داریم، من با آقای نیکوهنگ ادامه بدم. نیکوهنگ عزیز، متاسفانه کامپیوترمون کرش کرد و یه لحظه آقای دایی رو از دست دادیم. خب همین سوال رو با خود تو ادامه بدم. فکر میکنی واقعا این شرایطی که الان در ایران هست در زندان‌های ما چه میگذره که این تعداد زندانی های عقیدتی و سیاسی مجبورن دست به اعتصاب قضا برای مدت های طولانی و با خطر مرگ همراه بشه؟ ببینید، وقتی زندانی سیاسی به نقطه میرسه که حاضر میشه از جان خودش بگذره به اعتصاب قضا بکنه، اونم اعتصاب قضای طولانی، برای این هست که نشون بده چه ظلمی داره در حق اون و دیگر زندانیان میشه. این زندانیان هر عقیده‌ای که میخوان داشته باشن، اینها داره بهشون ظلم میشه. ما نبایستی زندانی سیاسی و عقیدتی داشته باشیم، اون هم در سیستمی که وزیر خارجش میاد در تلویزیون پی بی اس آمریکا و سی بی اس و بقیه میاد اعلام میکنه که ما در ایران کسی رو به خاطر عقیدهش زندانی نمیکنیم. وجود امثال آقای صادقی در زندان نشان دهنده نقض سخنان توتی تبلیغاتچی نظام آقای ظریفه و این افراد به واسطه حقی که ازشون ضایع شده و ضایع میشه بایستی ازشون تقدیر بشه که این همه به خودشون فشار میارن. اما نبایستی اینو هم در نظر بگیریم که اینا در نظر نگیریم که اعتصاب قضا از یک حدی که میگذره آثار سویی میگذره و این آثار سو برطرف نخواهد شد و باعث نگرانی دوستداران آقای صادقی و دیگر افرادی میشه که الان در اعتصاب قضا هستن. کسی که اعتصاب قضا کرده باشه میدونه چه اثرهایی همون موقع میبینه و چه اثرهایی بعدن میبینه. به همین واسطه امیدوارم که این آثار سور ما هیچ وقت نبینیم در مورد این افراد. و از طرف دیگه یادمون باشه اینها قربانی یک سیستمی هستن که ناقض سیستماتیک حقوق بشر هست و نبایستی نرم بود با یک ناقض حقوق بشر. وقتی برای توافق هسته‌ای لابیگران میان و تمام مسائل رو طوری میخوان پیش ببرن که فقط به یک نتیجه برسن که معاملات اقتصادی جریان پیدا کنه بدون اون که بحث حقوق بشر پیش بیاد و مطرح بشه و از حقوق زندانیان و اقلیت‌ها دفاع بشه و در مجامع جهانی همه فراموش بکنن وضعیت اقلیت‌ها و زندانیان سیاسی، خب نتیجهش این میشه که الان کار به نقطه میرسه که افرادی مثل آرش صادقی مجبور میشن برای اینکه صداشون شنیده بشه نسبت به ظلمی که براشون روا داشته شده اعتصاب قضا کنن و جون خودشون رو به خطر بندازن. بسیار هم ممنونم نیکوهنگ عزیز. آقای دایی خوشحالم که شما رو داریم
برگردیم به شما. متاسفانه مثل اینکه وضعیت در زندان ها خیلی اسفناک بود. کامپیوتر ترسید از جمله که شما میخواستیم بگیم. بله، عرض کنم که نه، من یک اشاره‌ای داشتم به اینکه درسته که نحوه سرکوب رو به اصطلاح اینا اومدن بروز کردن، گسترده تر کردن، ابزار جدیدی بهش اضافه کردن که هر بار دست به اعدام فلی نزنن، ولی الان بعد از 37 سال میبینیم که چطور سرکوب میکنن، زندان ها رو پر میکنن، موقع که لازم باشه مردم رو در خیابان ها میکشن، کهریزکی میکنن و اعدام میکنن. این از حکومت. ولی سه نکته رو من میخواستم در مورد حقوق بشر، سه نکته که میشه ده ها نکته گفت، سه نکته رو فقط برجسته تر کنم. یکی این که به خصوص برای ما ایرانیایی که در خارجیم، شنیدیم این رو میگن همیشه، به مردم ایران گله میکنن و شکایت میکنن که مردم ایران با این حکومت ساختن، لیاقتشون همین حکومته. واقعا نگاه بکنیم تو این 37 سال ببینیم همواره زندان ها پر بوده، دانشگاه ها همه جا همیشه واقعا دفاع کردن از حقوق مردم در مقابل این حکومت به انواع مختلف با گرایشات سیاسی مختلف، واقعا باعث افتخاره. یعنی تمام این کسانی که در زندان ها هستن، در تبعید هستن، همواره مبارزه کردن و میکنن، اینا نشانه های یک افتخار یک ملت. این نکته اول. دومش این که حکومتی که در داخل با مردم خودش این طور میکنه و جامعه بین المللی سکوت میکنه، نتیجه این میشه که تو تمام منطقه هم دست به جنایت و آدم کشی و نسل کشی میزنه. یعنی واقعش اینه که اگه دنیا در مقابل این جنایت و حکومت در داخل ایران لاغر سکوت نکرده بود، اینا دست خودشون انقدر در خارج از کشور هم باز نمیدادن که عملیات تروریستی بکنن، در سوریه دخالت بکنن، آدم کشی بکنن. بالاخره همون حکومته. جنایت در خارج روی دیگر سکه جنایت در داخله. این همه حکومته، ماهیتش اینه. وقتی که دنیا سکوت بکنه، اینا این جنایت هم میکنن. بنابراین همواره برای شناخت این حکومت هم باید جنایت داخلش رو دید، هم جنایت خارج کشور. نکته آخر هم اینه که به خصوص فعالان حقوق بشری که در خارج هستن، نباید سعی بکنن که مسئله حقوق بشری رو جناحی بکنن. در همه جناهای حکومت در جنایت دست داشته و مهمتر از همه به مردم نیان با صحبت از نقض حقوق بشر اینو خرج یه جناح دیگه بکنن، به مردم وعده بدن بگن اگه روحانی میاد وضع حقوق بشر بهتر میشه. یعنی از درد و رنج مردم، از زندان رفتن این مبارزان دکان درست نکنن برای اینکه دوباره خرج همین جانیان حالا اون یکی جناحش بکنن. این دیگه بدترین به اصطلاح ناروایی و بدترین ظلم به حقوق بشره که آدم بیاد فشار به مردم و سرکوب به مردم و بیاره دکان باز بکنه که چیکار بکنه، بگه آقا اگه روحانی بیاد، خاتمی بیاد، هر کسی دیگه وضعیت بهتر میشه. یعنی بیاد دکانی بکنه برای اینها. این بدترین ظلمه و این رو نباید کرد. ممنونم آقای کوثر. آقای دایی به همین دکانداران معروف اشاره کردن. شما هم گفتین آقای ظریف توتی تبلیغاتچی. کلمه توتی من رو یاد دوست مشترک دیگه‌مون انداخت، توتی بنفش. شما اسمشو گذاشته بودید آقای علی علیزاده. مشخصا اسم میارم به خاطر اینکه میخوام توییتی رو از اون نقد کنم بعد از ماجرای آقای محمود صادقی نماینده مجلس. ایشان آمدند و گفتند که ایران جزیره ثباتی است در این خاورمیانه که در اون نوننماینده اصلاح طلبش قاضی القضات نمیدونم چنین و چنانش را به سوال میکشد یا به چالش میکشد و این حرفا. یعنی چی؟ یعنی واقعا محمود صادقی رو میبینند، آرش صادقی رو نمیبینند؟ یعنی چی واقعا؟ والا من خیلی سعی میکنم مؤدبانه راجع به این توصیه خواهش محترم. میکنم نباشید مؤدب. استفاده کردیم. خیلی سخته راجع به این آدم وقتی بخوام قضاوت مؤدبانه بکنیم. من نمیدونم تو کله ایشون جای مغز و روده عوض شده یا نه. وقتی کسی نمیبینه که چه ظلمی داره به امثال آرش صادقی میشه، میاد و یک طوری رفتار میکنه، یعنی اصلا جمهوری اسلامی چه فضای آرمانی درست کرده که یک نماینده میتونه راحت اعتراض بکنه. کدوم نماینده‌ای که اعتراض کرده بعدن تقاضا پس نداده؟ حتی نماینده‌ای که میتونه خودی محسوب شده باشه و از فیلتر شورای نگهبان هم عبور کرده باشه، وقتی که میاد یک حرفی رو میزنه که با ساختار نظام هم خوان نیست، بعدا براش مکافات درست میکنن.
خیلی از این خودی های سابق بودن که بعدا نو خودی شدن. آقای توتی معمولا اینها رو نمیبینه. ولی حالا راجب توتی ما صحبت نکنیم، به بحث خود حقوق بشر بپردازیم. جمهوری اسلامی ثابت کرده که تا زمانی که هست با این ساختار، با این قانون اساسی ناقص و ناقض حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در ایران درست نخواهد شد. ما بحث حقوق بشر رو مطرح میکنیم یادمون میره یکی از مهمترین بحثا در حقوق بشر حق داشتن آب سالم هست. جمهوری اسلامی آب سالم رو از شهروندان نقاط مختلف کشور دریغ داشته. امروز ما در چهارمحال بختیاری بحران داریم، امروز در خوزستان بحران داریم، دارن آب کارون رو میدزدن میبرن یک طرف دیگه به خاطر اینکه نمیخوان چند تا طرح زراعی متناسب با خواست مقام معظم رهبریشون آسیب ببینه، بدون اینکه در نظر بگیرن که کشت بسیاری از محصولات در ایران به خاطر هزینه زیاد، به خاطر آب زیادی که مصرف میکنه، به ضرر منافع ملی ما هست و امنیت ملی رو به خطر میندازه. چون تعریف امنیت ملی برای جمهوری اسلامی یک تعریف فردی هست، از این مقام به اون مقام عوض میشه، کسی نمیتونه زیر سوال ببره نگاه مسئولان جمهوری اسلامی رو به سادگی. ولی در نظر بگیریم ما در ایران نبایستی وقتی که آب نداریم به این سیستم عمل بکنیم و آب رو از شهروندان مختلف طوری دریغ بکنیم که الان تعداد بسیار زیادی از روستاییان ما مجبور شدن ترک کنند زمین‌های آب و اجدادیشون به خاطر اینکه حقشون اونجا گرفته شده، آب زیرزمینی از بین رفته به خاطر سیاست‌های جمهوری اسلامی. و الان ما 11 میلیون حلبی نشین داریم و در مجموع 16 میلیون حاشیه نشین و این بحران حاشیه نشینی یک روزی کار دست جامعه ما خواهد داد. قطعا همینطوره. ممنونم نیکاهنگ، برمیگردم بهت. آقای دایی عزیزم، برگردیم روی موضوع اصلی، ماجرای برجام. آقای کوثر هم اشاره کردن که خیلی از این چاه ها آب نداره، اما چاه برجام اگر برای سفره مردم آب نداشت، واسه سفره برخی از آقایون حسابی هم نان داشت. رفتند و آمدند و حقوق ها گرفتند و لابی ها کردند و پول ها جابجا کردند. چه شده که امروز در تهران اینها پنجره تو ساعت همدیگه میکشند؟ اون میگه شما عجله کردید، این میگه ما هیچ کاری رو بدون نامه یا دستور رسمی رهبری نکردیم. اینها چرا داره از زیر لحاف ملاها بیرون میریزه؟ من عرض کنم که این دعوایی که تهران هست که خیلی بامزم هست، که روحانی اومد در دانشگاه تهران گفت آقا ما تمام واو برجام و هرچی مخواستیم امضا کنیم و خامنه‌ای در جریان بوده، چیز گردن من میریزید؟ خامنه‌ای اومد گفت نه من در جزئیات نبودم. این دعوایی که اینا میکنن یه مقداری خب جنگ جناحیه، میخوان جناح روحانی رو تضعیف کنن. ولی این حرفای بزرگی که خامنه‌ای زده که اگر نقض برجام کنید ما به هم می‌زنیم، خب چرا نمی‌کنید؟ همتون دارین میگین که تمدید این قانون عیسی، تحریم عیسی نقضه، خب چرا نمی‌تونید؟ مگه کاری نمی‌تونن بکنن؟ اینا دروغ میگن. در اولش هم خود خامنه‌ای بوده. اما یه نکته رو من در مورد اون سوال قبلی می‌خواستم اضافه بکنم بعد توضیحات آقای نیکانگ عزیز، درستم گفتم؟ بعد در پاسخ به آقای علیزاده گفت که خب شما اگه اون نماینده رو می‌بینی چرا خانم نرگس محمدی رو نمی‌بینی؟ چرا صدها نفر، هزاران نفری رو که به جرم یه وبلاگ، به جرم یه کاریکاتور می‌گیرن 10 سال و 20 سال زندانی میدن، چرا اینا رو نمی‌بینیم؟ واقعش اینه که این مطلب رو سالیان سال عده‌ای دارن در خارج دامن می‌زنن. همونطور که از جنگ و دعوای جناحی میان در خارج استفاده می‌کنن که گویا در ایران دموکراسیه، چون جناح‌ها مافیاهای این حکومتی میفتن به هم چنگ میزنن. اینها اومدن، اولین بارم این حرف رو گنجی اومد در خارج، اکبر گنجی مطرح کرد که ای بابا دهه 60 در زندان‌ها یادتونه چه جور بود، میکشتن فلان، الان در زندان‌ها تلفن همراه دارن، فلان دارن، ملاقات دارن، تلفن میزنن و بنابراین یعنی چی؟ یعنی وضع حقوق بشر بهتر شده. اینا یه نکته رو آمدن سعی میکنن فراموش کنن، به یعنی نگن. ببینید نحوه سرکوب تفاوت کرده. آخه جمهوری اسلامی اگه قرار بود نماینده خود مجلسش هم بگیره بلافاصله اعدام بکنه که دیگه داخلش از هم میپاشید. ببینید انقدر مخالفت گسترده است در همه بخش ها. شما هر روز نگاه بکنید، هر جایی که کارگران، اتوبوس رانان، معلمان، پزشکان، دانشجوها تظاهراته.
آخه نمیتونه مثل دهه 60 که بکشه که، یعنی امکانش دیگه نی. اصلا این نحوه سرکوب مدیریت شده ولی گسترده تر، یعنی همین، یعنی یه جاهایی رو بیاد انتخابی سرکوب بکنی که کل جریان گسترش پیدا نکنه. حالا بحث در مورد این که نحوه سرکوب رو چجوری اینها بروز کردن و گسترده تر کردن بحث طولانیه، ولی جایی که لازم باشه برای یه وبلاگ، برای یه کلمه، برای یه مصاحبه 16 سال زندان میرن، جایی که لازم باشه میکشن. ولی باید مدیریت باشه، وگرنه نمیتونن که بعد علی مطهری رو اعدام کنن، خزعلی رو اعدام کنن، همه رو بعد اعدام کنن در اون مقایسه. نمیتونن، قابل دوام نیست. ببینید هر سیستمی برای سرکوب یه توانی داره، یه اندازه داره، بیش از اون که بره درون خودش میپاشه، این قانونشه. بنابراین بعد مدیریت شده بره. اگه این سیستم بیفته به جون آدمای خودش همینجور بخواد از صبح شب اعدام بکنه، دیگه کل دستگاه سرکوبش که روی یه اجماعی از خود جناهای حکومته به هم میریزه. بله، من اینا مخصوصا اکبر گنجی ها، علیزاده ها، اینا خودشون هم میدونن. اگه راست میگن چرا خودشون بر نمیگردن؟ آخه در مملکتی که اینقدر آزادیه که نماینده مجلس میتونه گریبان رئیس قوه قضاییه رو بگیره چم نشه، خب شما تو خارج چیکار میکنید؟ شما فقط نشستین اینجا تبلیغ میکنید، پولش هم میگیرید از اینا. میدونید این واقعا عرض کردم ظلم به حقوق بشر. یکیش اون سیلیه که زندانیا در زندان میخورن، فشاری که میکشن، دوری از فرزند، محرومیت از کار و زندگی و سلول انفرادیه. یکیش هم این دکاندارایی که در خارج میان همین رو میگیرن تبلیغات برای حکومت میکنن. ممنونم نیکوهنگ عزیز. همین تبلیغاتی که اینها میکنن نشون میده که در حقیقت اگر برجام نقض بشه نمیدونم فشار به جامعه بیشتر میشه، مگر در صورت تایید و اجرای برجام فشار به جامعه کم شده بود در این سالها، وضعیت اقتصادی بهتر شده بود، زندانی ها آزاد شده بودند، رفع حصر شده بود، برادری از برادر خودش، به هر حال اینها برادران در قالب حکومت هستند دیگه، برادری از برادر خودش رفع حصر کرده بود، سه سال و نیم از دولت آقای رفسنجانی روحانی گذشت. خب چه شد پس؟ داستان اینه که معمولا در جمهوری اسلامی همیشه شما رو سعی می‌کنن امیدوار بکنن به آینده. مثلا اگر شما ساختار رو بشناسید و بدونید چنین ساختار فاسدی نمیشه روش بنا کرد چیزی، عملا نبایستی امیدوار بود. من فقط تعجبم از گروهایی است که هر چهار سال یک بار امیدوار میشن به یک دروغگوی دیگه. آقای روحانی قرار بود در 100 روز اول معجزه بکنه، دیدیم که معجزه نکردن. قرار شد که مشکل دریاچه ارومیه رو حل کنه، قرار شد که مشکل به حساب استانهای حاشیه‌ای رو حل بکنه. الان ببینید آیا مشکلات استان سیستان و بلوچستان حل شده؟ الان چه درصدی از مردم زابل به خاطر شرایط سخت اونجا میخوان از اونجا بیان بیرون اما دچار ممنوعیت هایی هستن برای نقل و انتقال؟ مردم در کردستان چه وضعیتی دارن؟ کسانی که از ساخته شدن سد داریان آسیب دیدن، آب رودخانه هایی که مسدود شد، دشت هایی که نابود شد، چه اتفاقی افتاد؟ ما هنوز وارد بحث های سیاسی نشدیم، پول های سیاسی ایشون رو بخواییم بگیم. پول سیاسی شد، خیلی امیدوار بودن که با اومدن آقای روحانی مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی حل شه. آیا خیال میکنید کسی که خودش نماینده آیت الله خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی بوده میاد و علیه حکم رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنه که رهبران برفرض جنبش سبز آزاد بشن؟ چه امید واهی هست که برخی فریبشو خوردن؟ و بعد میبینید که افرادی که ممکن بود چند سال پیش در ایران مشکل براشون پیش بیاد آزادانه رفت و آمد میکنن و تبلیغ میکنن برای انتخابات بعدی. الان فقط تنها نگرانی که آقای روحانی و تیمش داره اینه که با اومدن آقای ترامپ و به هم خوردن موازنه در بحث سیاست خارجی بایستی با چه پیش زمینه‌ای وارد بشن در انتخابات، و به همین واسطه به خاطر نوع کسانی که ترامپ داره انتخاب میکنه، آیا کسانی که مورد تایید آیت الله خامنه‌ای هستند در
بحث در بخش‌های نظامی قرار بیان کاندیدا بشن در مقابل روحانی قرار بگیرن یا نه. این چیزایی هست که بایستی بررسی کنیم در طول ماه‌های آینده آیا اتفاقی در این زمینه خواهد افتاد یا نه. با به هم خوردن موازنه‌ای که خیال می‌کردن وقتی که برجام به نتیجه برسه، خانم کلینتون هم حتما رأی بیاره و گروه‌های مختلفی که وزارت خارجه آمریکا باشون در ایران رابطه نسبتا خوبی میتونه برقرار بکنه، الان اون رابطه ها به هم خورده. آقای ظریف طبیعتاً اون موقعیتی که قبلا داشته با آقای جان کری با وزیر خارجه جدید آمریکا هر کسی هم که باشه پیدا نخواهد کرد. باید همه اینا رو ببینیم و ببینیم نهایتاً آیت الله خامنه ای این بار چه خرگوشی رو از کلاه جادویی خودش در میاره. ممنونم. البته من یادآوری کنم که ما به بینندگانمون قول داده بودیم امروز به مسئله کابینه آقای ترامپ و سیاست‌های آقای ترامپ بپردازیم، ولی با توجه به اینکه هنوز این کابینه تکمیل نشده ترجیح دادیم که این برنامه رو کمی به تعویق بندازیم تا بتونیم در کنار اطلاعات درست‌تر ماجرا رو حلاجی کنیم و به جای حدس و گمان‌هایی که رویه معمول بسیاری از رسانه‌ها هست منطقی‌تر و معتدل‌تر نسبت به قضایایی که در حال اتفاق هستند صحبت کنیم. اما آقای دایی، حالا تا آقای خامنه ای از کلاهشون چه خرگوشی رو بخواهند در بیارند، این خرگوش ربط مستقیم پیدا خواهد کرد به اینکه چه اتفاقی در واشنگتن رخ خواهد داد. در واشنگتن یک اتحاد بی سابقه ای به چشم میخوره، یعنی مجلس نمایندگان، کنگره و همچنین سنا، از یک سمت اینها و از سمت دیگر هم دولت آقای اوباما و آدم هایی که دارن انتخاب میشن، مخصوصا این جنرال های بازنشسته نظامی که آقای ترامپ دارن به کابینه دعوت میکنن، اینا نشون میدن یک پیوند معین و معلومی در مبارزه با اونچه که تروریسم صادر شده از ایران وجود داره به چشم میاد. شاه بیت یا به عبارت شاه کلید فهم این قضیه هم سخنان ترزا می در منامه است در بحرین همین هفتهی که گذشت، حرفایی که بسیار بسیار حرفای خطرناکی محسوب میشه توی مبادلات سیاسی امروز دنیا. بله، عرض کنم که صحبت‌های نخست وزیر بریتانیا در خلیج فارس، در کشورهای جنوبی خلیج فارس بسیار مهمه. یه پیروزی برای عربستانه و یه ضربه اساسی هم به جمهوری اسلامی، چون موضع‌گیری رسمی کرد که در این دعوا، خلاصه ما در دعوایی که تو منطقه طرف عربستان و متحدینش می‌گیریم به عنوان یه گام استراتژیک، در این شرایط بسیار مهمه. اما در مورد اینکه آقای ترامپ چه خواهد کرد، واقعش اینه که همونطور که خود شما اشاره کردید ما نمیدونیم هنوز. ما در یعنی علارغم اینکه در برخی از مسائل داخلی تقریبا مشخص شده که سیاست ایشون چه خواهد بود با انتخاباتی که کرده در کابینش، کماکان چند مسئله کماکان مورد ابهامه. اینکه در مورد تجارت جهانی چه خواهد کرد، چون بدنه حزب جمهوری خواه با اظهارات ایشون کاملا مخالفه، تعرفه ها رو بخوان اضافه بکنن، 35% تعرفه به کمپانی های آمریکایی که در خارج کشور بخوان تولید بکنن، نمیدونم به هم زدن به اصطلاح نفتا و تی پی پی، اینها با بدنه حزب جمهوری خواه نمیخوره. این یکی باعث سواله. دومش مسئله سیاست خارجیه. مسئله سیاست خارجی علارغم انتخاباتی که تلاش شده خوب بوده، یعنی تیم سیاست خارجی ایشون تا کنون خوب بوده، رئیس سازمان سیا جنرال فلین و مهمتر از همه وزیر دفاع جنرال ماتیس، انتخاباتی که اینا همشون مشخصا ضد جمهوری اسلامی هست و برجسته ترینشون به اعتقاد من خود جنرال ماتیسه که خطر یک رو برای ثبات در منطقه جمهوری اسلامی میدونه. این سخنرانی خودشه که هیچ خطری به طور استراتژیک منطقه رو بیش از جمهوری اسلامی تهدید نمی‌کنه. اما کماکان منتظریم ببینیم وزیر خارجه چه خواهد شد. این بسیار مهمه. و بعدش هم این که واقعش اینه که وزیر خارجه و تیم سیاست خارجی ایشون چه سیاستی رو دنبال می‌کنن. مهمترینش در رابطه با روسیه است. شما ببینید مثلا چقدر متفاوته، حالا آقای گینگریش رو کنار گذاشتن، آقای جولیانی رو، ولی اینکه شما بیاد آقای تیلرسون رئیس اگزان موبیل رو بکنید وزیر خارجه یا باب کارکر رو بکنید وزیر خارجه خیلی متفاوته. بالاخره یکیشون بیشتر طرفدار یا آقای رامنی
یه نفر طرفدار دوستی با روسیه است، یکی طرفدار دوری از روسیه. بنابراین باید ببینیم چه خواهد شد. من فکر کنم که حتی علارغم انتخاب وزیر خارجه، با توجه به برخوردهای خود آقای ترامپ که حرفای ضد و نقیض زیاد میزنه، ایشون باید منتظر باشیم تا ایشون بره در کاخ سفید، ببینیم واقعا اولین اقداماتش چیه. چون حرکات سیاست خارجی که ایشون میکنه قابل درک برای کارشناسان نیست، چه برسه برای ما. حمله به چین تو این شرایط اصلا معنا و مفهومی نداره که چرا حمله به چین میکنی. حمله به بوئینگ، نمیدونم اینا در سیاست خارجی، خب اینا همه معنا داره تو این شرایط. ولی یه چیز مشخص اینه که ایشون هیچ وقت به روسیه بد نمیگه، یعنی در این مورد خیلی سفت و سخت ایشون ایستاده. بنابراین به نظر آقای دایی من معذرت میخوام، این روسیه رو چند بار تکرار کردید. اخیرا هم یه خبری منتشر شد که CIA نسبت به دستکاری یا احتمال دستکاری روس‌ها در نظام انتخابات آمریکا هشداری داده بودن، گفتن نگران هستن در این زمینه. این مسئله رو هم شما پیگیری کرده بودید؟ آیا احتمال واقعی بودن چنین خبری هست که واقعا روس‌ها هک کرده باشن سیستم و ساختار انتخاباتی آمریکا رو به نفع آقای ترامپ؟ خب این که بارها اینو خود رئیس سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در کنگره یک ماه قبل از انتخابات مشخصا گفت، گفت برآورد تمام سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با اعتماد بسیار بالا، یعنی این بالاترین درجه، اینه که روسیه این سیستما رو هک کرده. چیزی که سرش اختلاف بود که از دیرو تا حالا جنجال به پا کرده اینه که میگفتن که بله، حالا درسته که روس کرده، ولی هدفش این نبوده آقای ترامپ بشه رئیس جمهور، می‌خواسته به اصطلاح به هم بریزه اوضاع رو، مردم بی اعتماد شن به سیستم. ولی الان از دیرو تا حالا رئیس تمام خبرگزاری ها، تمام روزنامه های مهم میگن که در جلساتی که بوده و اظهارات جدید مقامات سازمان سیا، کاملا حتی متوجه شدن که چه کسانی به آسانج، به ویکیلیس این اسناد از طرف روسیه دادن و هدف اینها پیروزی ترامپ بوده. در اینکه روسیه دخالت کرده در انتخابات، ایمیل های حزب دموکرات رو و ایمیل های مسئولین انتخاباتی خانم کلینتون رو هک کردن، بیرون دادن در طریق ویکیلیکس 1000 تا 1500 تا در روز به مدت یه ماه یه ماه و نیم، خب در این که دیگه تردیدی نیستش که. حالا بحث میشه که چقدر تاثیر گذاشته روی انتخابات یا نکرده، ولی در این که روسیه دخالت کرده و در این که روسیه دخالت کرده فقط هم مال حزب دموکرات رو گرفته افشا کرده، خب در این که دیگه تردیدی نیست. درسته، ممنونم آقای دایی عزیزم. نیکا هنگ، نگاه شما رو به این اتحاد در واشنگتن بر علیه برجام، بر در نقد برجام و همینطور صحبت هایی که آقای دایی کردن رو هم داشته باشیم. البته من محروم بودم از شنیدن صحبت آقای دایی یه چند دقیقه‌ای، اما در مورد اتفاقی که در واشنگتن الان افتاده اینو باید عرض کنم که وقتی 99 تا سناتور رأی میدهند به اینکه تحریم ها ادامه پیدا کنه، یعنی تمام تلاش هایی که یک لابی کرده برای اینکه نظر خیلی از سیاستمداران در واشنگتن عوض بشه، درست، نسبت به جمهوری اسلامی تا حد زیادی شکست برده. از طرف دیگه بایستی اینو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی با سیاست های توسعه طلبانه خودش در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان و جنگ های نیابتی که در کل منطقه رو انداخته، موقعیت خودش رو عملا داره در خیلی از بازگاه تجاری جهانی به خطر میندازه و قربانی که این وسط خواهیم داشت مردمی هستن که هیچ حقی عملا ندارن در قبال تصمیم هایی که گرفته میشه در ایران. من یک مطلبی رو میخوندم از آلبر کامو که در حقیقت میگه وقتی که کسی که آزادی تو رو بدزده، نون تو رو هم خواهد دزدید. یعنی وقتی که مردم ایران محروم بشن از انتخاب آزاد، از داشتن حق انتخاب منطقی خودشون، آزادی، این آزادیشون که از بین بره، حقوق دیگرشون هم نقض میشه. یعنی حقی که بایستی برای دریافت آب، دریافت کالا، غذا و چیزهای دیگر داشته باشن، به واسطه مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تحریم هم حتی اگر بگیم، این حقوق اینها از بین میره. و اگر بخوایم منطقی تر به قضیه نگاه بکنیم، تا زمانی که گروهی
واقعا میگم مانند زالو، مانند انگل روی سرزمین ما افتادن که حقوق ما رو و حقوق ایرانیا رو از بین میبرن و نابود کننده منابع طبیعی ایران زمین هستن. به نظر ما، ما امیدواری که نمیتونیم داشته باشیم، حالا چه برجامی بیاد چه برجامی بره، چه تحریمی بیاد چه تحریمی بره، سیستم ناپایداری که از ابتدای جمهوری اسلامی بنا شده نشون میده که به هیچ عنوان نمیشه امیدوار بود به که این مجموعه بهتر بشه. حالا هر از گاهی ممکنه یه گروهی بیاد خودش رو اصلاح طلب بخونه و بگه ما مشکل رو حل میکنیم، گروهی بیاد خودش رو تحت عنوان اعتدال مطرح بکنه بگه ما با روش اعتدال گرایانه مشکل رو حل میکنیم، و بعد یا یه گروه دیگر بیاد مانند کارگزاران سازندگی بیاد بگه ما با توسعه میریم جلو و مشکل رو حل میکنیم. این مشکل حل نخواهد شد به این دلیل که کل ساختار معیوبه. و حالا کی میخوایم به این نتیجه برسیم؟ حالا خیلی ها رسیدن، خیلی ها متاسفانه هنوز به این نتیجه نرسیدن. ممنونم نیکو انگ عزیز. آقای دایی، آیا فکر میکنید که توی این شرایط، خب ما دست کم به سبقه این 38 ساله که آخوندها رو در رأس قدرت دیدیم همیشه های و هویشون رو میکنن، ولی وقتی به اونجایی میرسن که میبینن قافیه تنگ است، واقعا جا خالی میدن و سر تسلیم فرود میارن. حالا نرمش قهرمانانه میکنن، ورزش جانانه میکنن، حالا ابعاد و اسمای مختلفی هم داره. آیا فکر میکنید که ما باید شاید موج تازه از نرمش های قهرمانانه آقایان در هیئت حاکمه تهران در مقابل سیاست های جدید آمریکا باشیم در جهان، و البته کلا سیاست های غرب در قبال ایران و منطقه باشیم؟ ببینید، یه اختلافی به نظر من داخل هست، در داخل حدود حکومت، نگاهی که اینا به نوع این که بالاخره ما چجوری سر پا بمونیم که نظام سقوط نکنه. الان به خاطر تحولات منطقه که مسئولیتش بخشش هم رو دوش آقای اوباماست، خود جمهوری اسلامی دست خودشو باز دیده، از لبنان تا یمن داره دخالت میکنه. الان توپش هم به قول ایرانیا پره، میگه خب در لبنان بعد از 2 سال زورگویی تونستم رئیس جمهور مورد نظر کاندید مورد نظر خودم، یعنی میشل آنو بکنم رئیس جمهور. 2 سال رئیس جمهور نداشت اونجا. در سوریه هم که این همه کشتیم، کسی هم که اصلا هیچی نمیگه و هر کاری هم خواستیم میکنیم، به زودی هم حلب رو میگیریم و میریم بقیه جاها رو میگیریم. خب بنابراین حرف خامنه‌ای در این زمینه هم درسته. یادم این اسماعیل کوسری هست، فرمانده سابق سپاه قدس، که الان تو مجلس، تا این اواخر تو مجلس بود، سردار کوسری، میگفتش که ما نوشته بود توی مصاحبه با خبرگزاری فارس، میگفت سال 2013-14 بود، نوشته بود وقتی سوریه داشت اسد سقوط میکرد، با حسن نصرالله و اینا یه جلسه داشتیم در خدمت خود خامنه‌ای، که آقا دیگه از دست رفت، تموم شد. که خامنه‌ای گفت نه آقا، برین شما اونجا کاراتون رو بکنید، مطمئن باشین چی نمیشه، یعنی برین جنایاتتون رو بکنید. خب این تو پیش پر دیگه، تو عراق هم که گروه های شیعه عراقی الان قانونی شدن. بنابراین از نظر خامنه ای اینو پیروزی میدونه، میگه آقا استراتژیک ما که در داخل میتونیم 10-15% نیرو داریم، سپاه و بسیج و سرکوب داریم، در خارج هم اینجوریه، ما دستمون بالاست، بنابراین مجبور به عقب نشینی نیستیم. اما بخش عمده به نظر من، درست قدرت دست شده، بخش عمده داخل خود سیستم، جناح رفسنجانی، جناح روحانی و بدنشون، اینا میگن که بابا ما با 30-40 میلیارد در سال داریم، روز روز اقتصاد داره وحشتناک پایین میره، راه نجات نداریم. این حرفی که روحانی میزد که ما سالی 50 میلیارد باید سرمایه گذاری خارجی بشه وگرنه صنعت نفت میخوابه، مملکت نابود میشه، این حرف شوخی نیست، واقعیه. راه تعامل با دنیا رو میخوان برن که سرمایه گذاری بیاد بتونن نجات بده کنن. این دوتا در برابر همه. حالا بعد ببینیم وقتی آقای ترامپ میاد کدوم سیاستو میره. به نظر من اگه ایشون حتی به طرف روسیه بره، خطرناکه به اعتقاد من، یعنی دخالت های جمهوری اسلامی در منطقه بیشتر بشه، این یه فرار به جلوه، فرار به جلوه. کنگره که نمیاد تحریم رو برداره، که بیشتر خواهند کرد، یعنی کشور منطقه هم بیشتر مقابله خواهند کرد، یه فرار به جلوی بیشتر تو گودال میره. باید همش نگاه بکنیم ببینیم سیاست آمریکا چه خواهد بود، تحولات خاورمیانه چیه، و این دعوایی که اینا دارن، این دعوای اساسی که بعد از مرگ خمینی بوده، الان به شدت حاد شده که بالاخره کدوم یکی این دو مسیر برن،
افزایش دخالت های منطقه ای یا چی تعامل با جهان. خب حالا یه سوال دیگه هم آقای دایی من بپرسم، ببخشید که اینقدر موضوع روسیه وقت شما رو هم میگیرم، اما اعتقاد شخصی من اینه که روس‌ها هیچ وقت همپیمانان خوبی برای ایران نبودن، به سبقه تاریخی ناخلفترین همپیمانان ما، همسایگان ما همین همسایه شمالی بوده. آیا ممکن هست همونجور که در برهه‌های مختلف تاریخی با برگ ایران بازی‌های گوناگون کردن، اگر فردا روزی دست آقای پوتین و آقای ترامپ در یک کاسه قرار بگیره، رأس سوم این مثلث خامنه ای یا اساساً برگ ایران رو جور دیگری روسیه بازی کنه و باعث تغییرات جدیتر در ایران بشه برای سرنگونی این حکومت؟ سرنگونی نه، ولی ببینید چند نکته هست. جمهوری اسلامی اگه میتونست بشار اسد رو نجات بده که دست به دامن پوتین که نمیشد، چون سال 2015 آوریل، یعنی یک سال خورده پیش، نه کمتر یک سال پیش، 2015 یک سال و نیم پیش خورده، سلیمانی دو بار رفت مسکو و بعد از اون روسیه شروع کرد دخالت کرد. خب اگه میتونست خودش اسد رو نجات بده که دست به دامن پوتین نمیشد. ولی همین که پوتین رو آورد در صحنه، در غایتش چی میشه، در اینکه چه سرنوشتی سوریه پیدا کنه، خود پوتین هم شده سابله، یعنی اونم تصمیم میگیره. نه بشار اسد نه پوتین خواهانه این نیستن که جمهوری اسلامی سوریه رو بخوره، چون الان اومده جمهوری اسلامی گروه شیعه سوری رو خودش مجهز کرده توسط سپاه قدس، حتی نیروی دفاع وطنی بخش عمدش زیر نظر سپاه، این برای اسد خطرناکه. ولی الان چاره ای نداره، یعنی در دراز مدت که به نفعش نیست. تو خود عراق هم حتی آیت الله سیستانی اینا مخالفن، دولت عراق درست از جمهوری اسلامی میترسه، ولی گروه های میلیشی های عراقی بدر و کتایب و نجبا و اینها، اینا که این هادی آمری تو منطقه ای که به سر رأی آورد شد نماینده مجلس، 20,000 تا رأی آورد. میخوام بگم اینا که قدرت مردمی و استراتژیک ندارن که یه جا باید ببازن، حالا هی دارن میرن جلو، هی دارن میرن جلو با افزایش قدرت نظامی، فکر کنم آینده مال ایناست. بنابراین روسیه سر بزنگا طبیعیه که معامله خواهد کرد. اصلا نوشته بود این مشرق هست مال سپاه، نشود ما باید روابط روسیه و اسد روس رصد بکنیم، چون در یه قایتی بکنن امتیاز، بخوام بدن امتیاز بگیرن، قشنگ پوتین میاد میگه حتی به بشار اسد میگه بی برو. بشار اسد به نفعش که از جمهوری اسلامی کاملا تو جیب جمهوری اسلامی نباشه، بنابراین استراتژی که جواب نداره که در منطقه کاملا درسته. بسیار ممنونم نیکو هنگ عزیز. اگر بخوایم به بحث امشب یک جنبندی نگاه کنیم، ببینیم که برجام و حقوق بشر، دعواهای من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود در تهران سر ماجرای امضای برجام، اتحاد در واشنگتن بر علیه برجام برای نقض شدن این پیمان قرارداد اتمی، بعد اگه بخوایم همه اینها رو در یک کاسه ببینیم و از این کاسه هم بهره‌ای برای شهروند ایرانی که در تهران، در مشهد، در اصفهان، در اهواز زندگی میکنه برداریم، جدای از دغدغه آب پاک و هوای سالم چه چیزی داریم؟ والا وقتی شما میگین جدا از دغدغه، ما بدون آب و بدون هوا نمیتونیم زندگی کنیم. نه منظورم این بود که میفهمم که با این حرف ها هیچ نمدی، کلاهی از این نمد ساخته نخواهد شد، نه هوایی پاک خواهد شد، نه آبی تولید خواهد شد، به قول تو این زالوها باید برند. اما الان از این همه دعوا توی این کاسه چی سر سفره مردم قرار میگیره؟ عملا از سفره مردم کم هم خواهد شد، یعنی حالا اگر زمانی احمدی نژاد میخواست سفره مردم رو نفتی کنه، اینجا سفره مردم دارن رسما سوراخ میکنن و میدوزن از سفره مردم. اگر ببینید با دقت چه اتفاقی افتاده سر مردم، ببینید همین یک تغییر کوچیک در مورد قیمت دلار و بعد این پاک کردن صورت مسئله، یعنی یه صفر ریال رو وردارن و واحد پول رو بکنن تومان، فکر میکنن مشکلی حل میشه. نه، مشکل حل نمیشه، اونقدر مشکل زیاده که حد نداره. منتها مشکل یک گروه محدود در سیستم حل میشه که به خاطر مجموعه روابط و ارتباطایی که دارن در هر شکلی سود میبرن، چون همیشه قوته‌ور هستن. سپاه هست که میاد سود میبره از تمامی پروژه ها، سپاه هست که از تمامی قراردادها نفع خودش میبره و اگر قراردادی مستقیما با خودش بسته نشه، سهم خواهی میکنه از طریق باج گرفتن و گروگان گرفتن اقتصاد.
فسادی که الان ما در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی داریم، چه در سیستم های قبیله‌ای که خانواده های مشخصی اقتصاد رو در کنترل دارن، بخشی از اقتصاد رو، و چه اون قسمت هایی که نظامیان در اختیار دارن، سهمی عملا به مردم، به رای دهنده، به کسی که مالیات میپردازه نمیرسه. حقوق مردم نقض شده در اینجا. یعنی اگر امروز که روز جهانی حقوق بشر باشه، باید راجع به حقوق اقتصادی مردم هم فکر بکنیم که چگونه این سیستم حقوق اقتصادی مردم رو هم نقض کرده. مردم منتها بایستی به این قضیه توجه بکنن که نه با برجام مشکلش رو حل میشه، نه با فرجام یا هر چیزی که اسمش جام باشه. چرا ولی با یه جامی حل میشه ها نیکو انگرزی؟ با اون جام زهرا بود که یکیشو در مرداد سال 1367 بله. خوردن. با اون جام ها حل میشه البته. پناش بر خدا، امیدوارم فقط خود همونا این جام ها رو بپوشن. آمین. من فقط یه اشاره هم بکنم به اینکه پشت، به شوخی دارم عرض میکنم، پشت پرده این تغییر واحد پول از ریال به تومان احتمالاً چاپ اسکناس نهفته است. چاپ اسکناس هم یک آقازاده ای احتمالاً در انگلستان قرارداد بسته مقدار متنابهی کاغذ طرحدار اسکناس رو تولید کنند بیارند و یک پولی همین بندگان خدا ببرند که خرج زندگیشون برای تحصیل فرزندانشون دست جلوی عربستان دیگه دراز نکنن، ان شاءالله خودشون ادامه بدن تامین هزینه ها رو. اما نیکا هنگ، در سفر هستی آتلانتا، چه خبره در آتلانتا؟ بدون دنبال چه چیزی هستی؟ فردا در بنیاد اسماعیل خویی یک میزگرد و جلسه هست که آقای دکتر عبقری هستن، من هستم، چند نفر دیگه هستن، در باب حقوق بشر، درباره آب و حقوق بشر و مسائل مختلف قرار صحبت بکنیم و فرصتی هست که به واسطه روز جهانی حقوق بشر مسائل مختلف روز رو هم دربارش بتونیم بحث بکنیم و یک همفکری با ایرانیان عزیزی که در آتلانتا هستن. خب میدونم که با مارکوپولو قرارداد بستی، احتمالاً به محض تموم شدن این برنامه عازم سان فرانسیسکو، بعدم لس آنجلسی. در سان فرانسیسکو کجا میری و چه میکنی؟ کنفرانس در اتحادیه ملی ژئوفیزیک دان هاست و من به واسطه پیگیری بحث آب گفتگوهای رو میخوام انجام بدم و در اون کنفرانس هم به عنوان یه روزنامه‌نگار ناظر شرکت میکنم. و در لس آنجلس خدمت شما خواهیم رسید. آقای دایی، جای شما هفته آینده در لس آنجلس خالی است. ما آقای نیکا هنگ رو در استودیو خواهیم داشت. بله، جای من خالی کنید و چلو کبابای لس آنجلس رو برای ایشون فراموش نکنید. از آقای نیکانگم خواهش میکنم سلام منو به آقای دکتر عبقری و خانم شهلا عبقری همسرشون دکتر عبقری برسونید. خسته نباشید بگید و امیدوارم جلسه خیلی خوبی داشته باشید فردا. ممنونم از شما، از هر دو بزرگوار ممنونم. نیکانگ عزیز، مثل شما میخواستید صحبت کنید. عذر میخوام. من فقط یه نکته بگم. من از روزی که فهمیدم آقای دایی که برای تولید یک کیلو گوشت گاو 15900 لیتر آب مصرف میشه، خوردن گوشت گاو و چلو کباب رو قطع کردم. خرج ما کم شد. خرج ما در لس آنجلس کم شد و سپاسگزارم از شما. خوبان هم سپاسگزارم. روز جهانی حقوق بشر، من کوشیدم تا پایان این برنامه رو با لبخند تمام کنم، تا بگم امید به رهایی در پناه شادی، قصه نخوردن، وحدت داشتن، با هم بودن و البته سر به اعتراض برداشتن و مثل قربانی سرخم نکردنه که لحاظ میشه. پیروز باشین با امید روز حقوق بشری در دنیا که هیچ زندانی سیاسی در هیچ کجا، دست کم در کشور من و تو، در زندان نباشه.